سلام، در مراسم بدرقه پیکر استاد بزرگ سینمای ایران استاد عزت الله انتظامی هستیم. ساعت 9 صبح قرار بود مراسم از ساعت 9 و نیم شروع بشه، ولی جمعیت زیادی در پشت درهای تالار وحدت در انتظار ایشون، در انتظار بدرقه ایشون هستن. آقای هالو، پستچی، صادق کرده، ستارخان، کمال الملک، حاجی واشنگتن، روسری آبی، زاد بوم، مینای شهر خاموش و خیلی دیگه از تئاتر و فیلم های دیگه ای که با بازی استاد عزت الله انتظامی ماندگار شد و مهمتر از اون نقشی بود که استاد انتظامی در بازیگری در سینما ایرانی ایفا کردن. ایشون متحول کننده نسل و نوع بازیگری در ایران بودن. خدای سفر، خدای سفر همیشگی، سفر بدون بازگشت، سفری که جانمان را با آتش می کشد از تمام شدن یک عزیز. همیشه وقتی قرار می شد حرف بزنم و مجلس و تریبون را به دست بگیرم غصه‌ام می گرفت، اما امروز روز دیگری است و من هستم و یک سینه حرف، مجلس است و یک قطار یاران همدرد و تریبون است و یک سخنرانی به قدمت و قداست سینمای درد کشیده ایران. مگر این سینما چند عزت الله انتظامی داشت که یکی از آنها را داریم راهی می کنیم؟ مگر یک موجود زنده، هر چند کم جان و رنجور، چند پدر دارد که داریم پدر سینمای من را به خاک می سپاریم؟ مگر در تمام این سینما چند بازیگر وجود دارند که بتوانند مشتسن را بازی کنند که رخت بر بستن مشتسن من را به نظاره نشستیم؟ اتفاقا امروز روز سخنرانی است و روز تریبون. از خواب که بیدار شدیم، خواب دیدیم که عزت سینما رفته است. خواب دیدیم پدری که هر قدر قدر بودی به پایش نمی رسیدی، هر قدر کارگردانی می دانستی نمی توانستی تمام او را از درونش بیرون بکشی و به تصویرت بیاوری، هر قدر بازیگری خوانده و شنیده بودی نمی توانستی انتهای بازیش را بفهمی و مرز بازی و بازگشت به خود را در حرکات او حدس بزنی، و هر قدر تجربه داشتی مثل او نبودی و خیال مثل او بودن یا شدن را نیز به خودت راه نمی دادی. راهی شده ما دیروز بعد از بیداری خواب دیدیم پیر دیرمان بار سفر بست و باز ما دیر جنبیدیم و گذاشتیم او مثل آب از میان انگشتانمان بگریزد، رهایش کردیم تا پر بکشد، تا
بیکران پرواز کند. خواب دیدیم سینمای خسته من یتیم شد. اتفاقا همین امروز وقت سخن گفتن است، چون امروز که بیدار شدیم سرانجام باور کردیم که خواب ندیدیم و کابوسی که با آن مواجه شده بودیم واقعی بود. امروز مناسب ترین زمان است برای بیان سوگنامه پدر سینما، برای سخن گفتن از آقای بازیگر. وای که چقدر دلم پر است، آمادم تا دریا دریا بگریم برای استادی که حتی نفسهایش برای سالک راستین نقشه راه بود و ذکر نامش عین رسیدن. او با طنازی مختص خودش مرام و مسلکش را از دل و جان آموزش میداد و کافی بود برای یاد گرفتن آمده باشی تا هرگز دست خالی بر نگردی. برای شخص من عزت الله انتظامی مرادی بود که کلماتش را سرمه چشم می کردم و بارها و بارها بازیهایش را مرور می کردم تا شخصیتهایی را که می ساخت بشناسم و آن همه تسلط و مهارت را درک کنم و یاد بگیرم. پس برای من شاگرد استادی رفته است که دیگر کسی همانند او را نخواهم شناخت، استادی که به خودی خود یک جهان راز و رمز بازیگری بود. پشت چهره‌ای که تمام خطوطش با تو حرف می زدند، به یادش که می افتم از خودم حیرت می کنم به خاطر این همه خویشتنداری و صبوری. اما اعتراف می کنم که احتمالاً ریشه این صبوری داشتن عزیزانی است که شانه به شانه این گوهر گرانمایه امروز آمده اند تا با ما از روزهایی بگویند که با آقای بازیگر بودند. امروز یک نفر اینجاست که با ما حرف دارد. او مانند عزت الله انتظامی عزت سینمای ایران است و یار دیرین او. من به نوبه خود خاک استاد انتظامی را بقای عمر استاد علی نصیریان آرزو می کنم و از ایشان دعوت می کنم که بیایند و از روزهایی بگویند که در این لحظه خاص و در این مجلس سزاوار گفتن هستم. قبل از آن از استاد جمشید مشایخی و استاد محمد علی کشاورز یاد می کنیم که یاران دیگری هستند ولی کسالت آزردهشان کرده است و تمنای دعای خیر و آرزوی شفای عاجل را حد اقل طلب آنان از خودمان می دانیم. سراپا گوش می شویم پای صحبت بزرگ مرد سینما و تئاتر. سلام حضورتون و تشکر و قدردانی از این محبتی که فرمودید و تشریف آوردید برای بدرقه و وداع با هنرمند ملی ایران عزت الله انتظامی، هنرمند ملی ایران. چون متعلق به ملت و او از جان و روح خودش در نقش‌هاش دمید و نقش‌هاش رو تصویر و تجسم کرد و این
روح و جانی که در نقش‌هاش دمیده بود در دل مردم نشست و حک شد و ماندگار شد و ماند و میماند و جاوید است. او نمرده، زنده است و کارهایی که کرد. آقای انتظامی، من انتظار نداشتم اینجا بیام برای تشریف بیام. من میخواستم اینجا بیام با تو هم بازی بشم. یکی از اون کارهای دیگه‌ای که داشتیم در اینجا اجرا کنیم. او از من میخواست یک شبی خیلی دور چندین دهه پیش، خونمون رو هم بود، همسایه بودیم، یک شبی که دور هم بودیم و من براش آوازی خوندم، گفت میخوام وقتی مردم سر قبرم تو آواز بخون. باید بخونی آقای پرستی، من تهرونم رو میخوام. دلم تنگ و زمین تنگ، آسمون تنگ، آخ فلک با بخت سر جنگ، فلک با وقت مون جنگ جداری بی جداری که بارون شیشه برو هم صحبتون سر. عزت جان، من وفا کردم به عهد خودم، اما تو بد جوری بارو تنها گذاشتی. اواخر دهه 30 بود، سال 38 یه تلویزیون در تهران اومد، بخش خصوصی رو بود. ما گروه هایی بودیم که جمع شده بودیم در یک جایی به اسم اداره هنرهای دراماتیک و هنرهای زیبایی کشور. نمیدونم چه سالی بود، 38 یا 39، نمیدونم. یک جوان پرشور شوخ‌طبع اومد به جمع ما پیوست و با ما هم کار شد. بعد مدتی که موند و خوب مطالعه کرد، من رو انتخاب کرد و تو گونم اومد با من هم گروه شد و ما شروع کردیم به کار. نمایش های هفتگی در اون تلویزیون اجرا می کردیم که انتظامی ستاره درخشان اون نمایش ها بود، به خصوص نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های ایرانی که دکتر سعیدی می نوشت، پرویز صیاد می نوشت، خودم نوشتم، مثل حالو و چند تایی دیگه. انتظامی درخشش استعدادش در این نمایش های ایرانی که اون زمان اجرا کردیم نشون داده شد و معرفی شد، نه به ما بلکه به جامعه. و وقتی سال 44 این تئاتر سنگلج، تالار سنگلج باز شد، ما کارهای صحنه‌ایمون رو هم شروع کردیم. انتظامی کارگردانی میکرد، من بازی میکردم، من بازی میکردم، اون کارگردانی میکرد. رامین پسرش اینجاست. در یکی از این نمایش‌ها سال 44 رامین بچه بود، بهترین بابای دنیا اسمش بود. کاری بود از دکتر سعیدی، من و مشایخی و همین رامین و اینها بازی میکردیم و آقای انتظامی عزیز من که الان که خوابیده کارگردان اون نمایش بود. آقای پرستویی خیلی خوب توصیف کردند راجع به درخشش استعداد انتظامی. خودجوش بود؟ نه نه، خودجوش هم نبود،
جوشان بود، یعنی سرریز می شد خلاقیت ازش، جوشان مثل یه چشمه ای که می جوشه و سیراب می کنه. جوشان بود و یکی از امتیازات بزرگش شوخ‌طبع. همه چیز رو با طنز و با طنازی و چقدر حاضر جواب، یعنی یک خصوصیات یک استعداد درخشان بازیگری، حاضر جوابی و شوخ‌طبعی، همه چیز رو دست می‌انداخت، همه چیز رو و خوب دست می‌انداخت، قشنگ دست می‌انداخت. ما یه نمایش داشتیم به اسم بنگاه تئاترال در همین تالار سنگلج، اینجا اپرا شده بود. اون زمان که هنوز تئاتر ریشه نگرفته بود و هنوز مردم تئاتر رو نمی‌دونستن چیه، اپرا درست شد. حالا خواستن درست کن. ایشون به طنز و تعریض توی نمایش میگفت میریم تالار زورکی، رودکی رو کرده بود زورکی، که گفتن نگو، سانسورش کرد. یعنی اینقدر ظریف بود، اینقدر دقیق بود، اینقدر دقیق بود، میخواست بگه که اپرا رو زورکی نمیشه به خورده مردم داد. اینه میخواست بگه که قیچیش کردن، گفتن نگو. من از خلاقیت و استعداد، چون چیزی در حدود لااقل 3 دهه به صورت مستمر و بعد از انقلاب هم به صورت گهگاه در فیلم، در تئاتر و در سینما همکاری داشتیم و انتظامی به عقیده این بنده ناچیز، یکی از رکنها و ستونهای مهم بازیگری در تئاتر و سینمای جدید ایران، این شکی در نیست. در ارزشیابی هنرمندان اومدن گفتن آقا دکترا باید تعریف داشته باشه. کو تعریف ایشون؟ من فیلم گاو رو، فیلم بود اون موقع، ویدیو بود، بردم گذاشتم در سازمان برنامه، این بر چیزا رسی دیگه میشد، بردم گذاشتم رو میز اون آقا، گفتم این تعریف آقای انتظامیه، شما این فیلم رو نگاه کنید، ایشون تعریفش این کتاب لازم نیست باشه برق بخوره، تعریف هنریه، ممکنه یک نقاشی باشه، ممکنه یک قطعه موزیک باشه، ممکنه و ایشون واقعا چون من گفتم در مرگ کسی گریه کردن خب گریه نداره، یه چیزی اتفاق میفته، ولی یک حس دیگری من دارم. چرا؟ برای اینکه خیلی با هم زندگی کردیم، با هم کار کردیم، در نتیجه نمیتونم خودم رو نگه دارم، از رفتن ایشون متاسفم. من به جامعه هنری تسلیت میگم، به خانواده و پسرهای نازنینش تسلیت میگم، به خانومش تسلیت میگم، به جامعه هنری تسلیت میگم. آقای پرستویی کامل کردن، گفتن ما یک گوهر درخشانی رو در زمینه فرهنگ و هنر این مملکت و به خصوص کارهای نمایشی از دست دادیم، بد جوری تنها موندیم. امیدوارم جوانهای ما نسلهای بعد از ما موفق باشند، که انشاءالله دارن میشن، که بیان جایگزین شن، بیان کارهای درخشانی بکنن. البته هیچ کس جایگزین هیچ کس نمیتونه بشه، هر کس خودشه، ولی از لحاظ فرهنگی پر کنند اون خلأهایی رو که به وجود میاد. امیدوارم این اتفاق بیفته و کارهای خوبی ارائه بشه و آقای انتظامی هایی داشته باشیم، ولی جایگزین ایشون البته کسی نیست. روان شد 7 دهه تلاش برای ایفای نقش، آن هم با تمام دل و جان، شوخی نیست. فرزند سنگلج، زندگی هنریش را در ابتدای دهه 20 با پیش پرده خوانی در تماشاخانه های لاله‌زار آغاز کرد و
بعد یک شب که بیشک ستاره بخت تئاتر و سینمای ایران دمیده بود، عزت الله انتظامی را بدون برنامه ریزی قبلی روی صحنه فرستادند و آقای بازیگر متولد شد. برای من بسیار راحت بود و برای شما احتمالاً راحت تر که لیست فیلم ها و تئاتر های استاد را از این همه فضاهای مجازی در دسترس فیلتر شده و نشده بیاوریم و از بازی های بی نظیر او داد سخن بدهم، از همکاری های او با کارگردانان بزرگ کشورمان گرفته تا دیوانه ای از قفس پرید که برای خودم از شیرین ترین تجارب دوران بازیگریم بود، از تئاترهای او در کنار مرحوم عبدالحسین نوشین در تئاتر سعدی و زندانی شدن به همین جرم و همبند شدن با زنده‌یاد شاملو در زندان قصر تا سفر به آلمان برای گذراندن دوره بازیگری و بازگشت و شروع کارهای جدیتر و حصول به نتایج بسیار درخشان که آن هم برایتان قصه آشناست. اما بعضی از صحنه‌ها در ذهنمان میماند، یعنی هزار سال هم که بگذرد آن تن صدا، آن لبخند، آن نگاه و آن صحنه را فراموش نمی‌کنیم. های استاد انتظامی که به میان آمد، عالمی از این لحظات را پیش چشمانمان داریم. البته فیلمنامه، نقش، چیدمان، کارگردانی و خیلی عوامل دیگر در شکل گرفتن آن صحنه‌های خاص مؤثرند، ولی در نهایت بازیگر است که به کار گرفتن تمام احساسش آنها را طوری رقم می‌زند که ماندگار می‌شوند. سالها بعد که نسل‌های بعدی ما به فیلم‌هایمان نگاه کنند، ما را به همان لحظات خاص و ناب خواهند شناخت. هزار دستان را به خاطر دارید؟ دیدید استاد انتظامی در برابر دوربین زنده‌یاد علی حاتمی چه قوقایی به راه انداخت و نقش‌های دیگر؟ اما کسی اینجاست که روسری آبی به سر کرد و در مقابل استاد انتظامی ایستاد تا یکی از همین لحظات و صحنه‌ها جان بگیرد و جاودانه شود. از بانوی روسری آبی، سرکار خانم فاطمه معتمداریا، بشنوید از خصوصیات استاد انتظامی. سلام. ما امروز همه اینجا جمع شدیم برای اینکه کسی رو بدرقه کنیم که بیشترین انرژی، بیشترین امید و بیشترین انضباط رو به ما توی حرفمون داد. با خودم فکر کردم دلیلی برای گریه کردن ندارم. برای مردی که 90 و چند سال با عزت، احترام و در اوج قدرت زندگی کرد. دلیلی برای گریه کردن نیست. وقتی میبینی کسی برای همه عمر در تاریخ ملی یک کشوری ثبت میشه. من دلیلی برای گریه کردن ندارم وقتی که هر گوشه این شهر میچرخم نشانی از عزت الله انتظامی که عزت ملتی بود میبینم. از عزت الله انتظامی که همیشه اون رو آراسته میدیدی، همیشه منضبط و همیشه پر از انرژی. مردی که بیشترین دستور رو به کسانی داد که هرگز فراموش نمی کنن باید به بازیگر و به هنرمند احترام گذاشت. مردی که همیشه در صدر نشست و دیگران رو وادار کرد که او رو در صدر بشونن. او به عنوان حرفش، او به عنوان یک هنرمند. هنرمندی که هیچ گونه رقمی در این کشور به آدمی غیر از اون نخواهد خورد. او ثبت شد در تاریخ ملی این کشور. برای تاریخ ملی یک کشور هیچ وقت گریه نکنیم. خوشحال باشیم و آرزو کنیم مانند کسی زندگی کنیم که همیشه با عزت زندگی کرد. آقای انتظامی یگانه بود، اما راهی رو که گذاشت پیش پای همه ما و به همه ما درس داد که هنرمند در مقام والایی قرار داره اگر خودش این رو بر خودش قائل بشه و رعایت کنه.
و دیگران رو وادار میکنه که در موردش رعایت کنن که هنرمند نامیراست، همونطور که آقای انتظامی نامیراست. من در قلب خودم گریه میکنم، ولی با ملت ایران آرزو میکنم که همه هنرمندا عمری چون عمر عزت سینما ایران داشته باشن. از اینکه اینجا اومدین از همه تون تشکر میکنم و از اینکه هنرمندان رو همیشه حمایت میکنین که چیزی غیر از این احتیاج ندارن ممنونم. چه عاشق که همین یک روز و دو روز نیست و سینما هم همچنین تازه کارها میآیند و در محضر استادان آب دیده میشوند. یاد گرفتن بازی شاید به زمان زیادی احتیاج نداشته باشد و با کمی حوصله و تمایل به یادگیری و اندکی استعداد بازی و مقدار زیادی پشت کار نتیجه قابل قبول به دست بیاید. اما رسیدن به مرحله استادی و محبوب نظر مردم و عزت سینما شدن داستان دیگری است. خسته می شوید اگر از خاک صحنه خوردن و افتادن و زخمی شدن و سرخوردگی و باز زحمت برخواستن دوباره و دوباره افتادن برایتان بگویم. خسته می شوید اگر صدها مثال از کسانی بیاورم که در این میدان بریدند و از پا افتادند و عطای بازیگری را به لقایش بخشیدند و میدان را ترک کردند. خسته می شوید اگر بگویم گاهی در آوردن درست نقش از تازیان خوردن هم سخت تر است. خسته تان نمی کنم و فقط می گویم که استاد انتظامی یکی از معدود سالکانی بود که تلاش بیدریغ نثار حرفش کرد. خسته نشد، نبرید، میدان را ترک نکرد، بارها و بارها برای بازیش و برای خلق شخصیت جدید جنگید و سرانجام برنده شد. او دلهای مردم را برد و چه بردی بالاتر از این. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرآفرین. فرهنگ و هنر آینه تمام نمای تاریخ ایران ماست و چهره زیبای ایران امروز. و عزت الله انتظامی یکی از ستاره های این آسمان بود. او خاطره نسل های پیوسته زمانه ماست. بیش از 7 دهه پوشید، درخشید، بر صدر نشست و در اوج ماند. انتظامی از دل مردم برخاست، با مردم زندگی کرد. مردمی بودنش بود که او را در جان مردم نشاند. ادب، متانت، وقار او را در قاب یک هنرمند مردمی جاودان ساخت. انتظامی ریشه در فرهنگ این مرز و بوم داشت. از گذشته دور آمد، اما متوقف در گذشته نشد. در دنیای هنر معاصر قرار گرفت و در این ترکیب میوه‌ها چید و در مائده هنر خودش قرار داد. انتظامی با هنر زیست، قدر این گوهر را شناخت، هنرمندی خیش را ارزان فروشی نکرد، در انتخاب نقش دقت داشت، با نقش زندگی میکرد، به نقش جان میداد و از آن جان میگرفت. انتظامی در بیش از نیم قرن سینما، تئاتر و تلویزیون ما را مدیون حضور پررنگ خود ساخت. تا قرنها و قرنها حضور او را در قاب تصویر هنر ایران خواهیم دید. انتظامی نرفته است، او همچنان با ماست. ممنون. حیرانم که هنرمند گرانقدر ما در آن صبح دم جمعه
26 مرداد 1397 با نوای چه آهنگی خبر یافت که او سر بر آستان حق نهاد. از فرزند هنرمند عزت الله انتظامی که میوه است پرنشان از ریشه های خود، دعوت میکنم با ما سخن بگوید آقای مجید انتظامی. سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی متشکرم که ما رو اینجا تنها نذاشتید. 70 سال از پدرم میپرسیدم که راهنمایی میکنه برای بهتر شدن، برای مردمی شدن، و او به من میگفت عاشق شو، مردم رو دوست داشته باش. و به حرفاش فکر میکردم، بازم تقریبا چند ماه پیش که حالش خود بهتر بود به من گفتش که یک گرفتاری برای من پیش اومده بود، داشتم باش من سلام مسئلت میکردم. گفت نگران نباش، تو عاشق مردم باش، مردم بهت کمک میکنن. و من تمام تلاشم برای که مردم رو دوست داشته باشم و همیشه داشتم انجام دادم. و من تمام این 2-3 ماه واقعا برای اینکه 5 دقیقه بیشتر نگرش دارم، مدام از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این بیمارستان به اون بیمارستان، آزمایش به اینجا ببر، به اونجا ببر. جواهری بود که من نتونستم نگرش دارم. شرمندم که حق پسری رو به جا نیاوردم. ممنون ازتون. تشکر میکنم خانه سینما، وزارت ارشاد، اداره تئاتر، شهرداری که ما رو تنها نذاشتن و کمک کردن که این روزهای آخر بابا راحت تر باشه. ممنون ازتون. آمدم که خداحافظی کنم و این مجلس غم‌انگیز را با ذکر خاطره‌ای از پرشمار خاطراتی که با استاد انتظامی دارم به پایان ببرم. اما دیدم هرچه ذهنم را شخ می‌زنم چیزی نمی‌یابم که تمام بزرگی استاد و تمام احساسم را نسبت به او نشان دهد. یعنی هیچ کس خاطره ای جز انسانیت، خوشقلبی و مهربانی و نیک نظری از وی ندارد. من عشق را نیز به خصوصیاتش اضافه می کنم. او واقعا عاشق بود، عاشق حرفش و مردم. چشمانم را می بندم و با خود می اندیشم که سینمای ایران با رفتن این بزرگ مرد یتیم شد. چشمانم را باز می کنم و با دیدن کسانی که برای بدرقه او آمده اند با خود می اندیشم که او هرگز نمی میرد و هرگز تمام نمی شود. تا این سینما هست، عزتش نیز هست که رهروان این راه با دیدن لحظاتی که او با بازیش خلق کرده است، راه و رسم سلوک و ریاضت و تلاش و رسیدن را بیاموزند. با احترام و سپاس از همه شما، با صبوری و آرامش مشایعت می‌کنیم و می‌دانیم که امشب خاطر ساز 70 سال سینما و تئاتر ایران نظارگر ما خواهد بود با دعا و لبخند. خدایش بیامرزد و نام نیکش را
جاودانه گرداند. مراسم با تلاوت قرآن آغاز شد. بعد از اون آقای پرستویی کلماتی رو در وصف آقای انتظامی گفتن و خوابی که ما دیدیم برای از دست دادن ایشون. بعد از ایشون استاد علی نصیریان به روی صحنه رفتن و درباره رفاقتشون با استاد و این سالها کمی صحبت کردن. سکا خانم معتمد آریا و در نهایت مجید انتظامی فرزند استاد عزت الله انتظامی به روی صحنه رفتن و درباره پدرشون و عشقی که همیشه بهشون آموختن صحبت کردن. همکنون نماز میت توسط حجت الاسلام دعایی در حال خوندن هست. از 1303 تا 1397 با بیش از 70 سال تلاش در عرصه تئاتر، سینما، هنر و فرهنگ ایرانی، استاد عزت الله انتظامی از بین مردم برخواستند و به شدت با فرهنگ این مردم آشنا بودند. برای همین همیشه نقش هاشون به دل مردم می نشست. قطعاً ایشون در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود. قطعاً جسمشون از بین ما رفته، اما نام نیک ایشون بر سر زبان ها خواهد ماند. امروز 28 مرداد ماه اینجا تالار وحدت و پایان مراسم تشییع پیکر استاد سینمای ایران آقای بازیگری استاد عزت الله انتظامی بود. با آرزوی سلامتی برای سینماگران و بزرگان سینمامون، استاد مشایخی، استاد کشاورز، استاد نصیریان و دیگر بزرگان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.